درود و شب بخیر خدمت یاران عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز 10 نوامبر سال 2021 یک بار دیگه با همدیگه آمار سه کشور سوئیس، اتریش و آلمان رو خواهیم دید. از اونجایی که خیلی سوال میپرسن در مورد روش ها و تکنیک های یادگیری زبان آلمانی و یا برنامه ریزی خوندن زبان آلمانی و همینطور درس های مربوط به تقویت مکالمه و گواهینامه، تصمیم گرفتم که این سری درس ها رو توی بخش توضیحات و همینطور توی کامنت و همینطور آخر این ویدیو برای شما بگذارم که اگر دوست داشته باشید بتونید راحت به این درس ها دسترسی داشته باشید. پس لطفاً به بخش توضیحات سر بزنید یا به بخش کامنت ها. بریم سراغ آمار. در کشور سوئیس با 4150 تا ابتلا و 14 تا فوتی نسبت به روزهای گذشته می‌بینیم که متأسفانه در تعداد فوتی‌ها افزایش کوچکی داشتیم. در کشور اتریش با 9555 تا ابتلا، 31 نفر فوتی و 4992 تا درمان شده، البته این عدد میانگین دو روز هست، نسبت به روزهای گذشته عددمون خیلی بالاتر رفته. در واقع از روز 4 نوامبر می‌بینید که اعداد همینطور رو به بالا رفتن هستن. با این عددهای بالا قیاس کنید می‌بینیم که حدوداً 3 برابر شده. در کشور آلمان هم متأسفانه شرایط به همین شکل بسیار بد هست، چرا که با 39676 تا ابتلا و 203 تا فوتی هم در تعداد ابتلاها هم در تعداد فوتی‌ها حدوداً 2 برابر شده نسبت به روزهای گذشته. نسبت به بگیم همین تاریخ تقریباً توی اکتبر می‌بینیم که حدود حتی 3 برابر شده. دوستان عزیز احتیاطمون رو خیلی خیلی بیشتر بالا ببریم. همونجور که خدمتتون گفتم هم توی بخش توضیحات و هم ویدیوهایی که الان ظاهر شده شما میتونید اون چه که دوست دارید رو یاد بگیرید. اگر هم سوالی بود لطفا در کامنت بنویسید. تا اونجایی که بتونم در خدمتتون هستم. بدرود.